اصلا در این رابطه سوالی که کردین شما آقای نادی، این گفتین چطور میشه فهمید این توته است؟ خب این الان یکم بچه ازش زود رد شدن. ببینید مثلا به من اطلاع داده شد که خانوادت اومده، خب من خیلی خوشحال شدم، سالیان خانوادم رو ندیدم، حتی فرمانده هامونم خیلی خوشحال شدن که خب طبق روال طبق فرهنگی مجاهدین و پرنسیبشون قبلا خانواده ها میمدن داخل اشرف. مثلا خانواده من سال 85 اومد داخل اشرف، خب ما رفتیم در قرارگاه اشرف، در به قرارگاه اشرف به نام درب شیر معروفه، از درب شیر خوش آمد گو میگفتیم و اومدیم داخل اشرف. خب یه مدتی هم اینجا بودن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و هیچ مانعی هم نبودش، خانواده ما رفتن. ببین الان خانواده ما اومده پشت در و نمیتونه بیاد داخل. خب اینجا به خاطر اینکه قرارگاه اشرف الان تحت حفاظت نیروهای عراقی هستش، خب ما مراجعه کردیم که علت چیه، چرا خانواده نمیتونه بیاد. ببینید اینجا نکته ظریفش اینجاست، این رئیس کمیته عراقی میگه که خانواده شما نمیخواد بیاد داخل اشرف، یعنی یک دروغ خیلی بزرگ واضح و روشن. مثلا خب ببینید یک خانواده 1000 کیلومتر را پاشده اومده پشت در قرارگاه اشرف که قبلا اومده تو قرارگاه اشرف، ولی الان 100 متر نمیتونه بیاد داخل قرارگاه اشرف. چرا؟ خب این ما این علت اینو از این کمیته عراقی پرسیدیم. کمیته عراقی از اینجا میشه فهمید توته است، این چقدر کثیف این توته. کمیته عراقی از اون طرف به خانواده پشت در ایستاده میگه مجاهدین نمیذارن شما بیاین داخل، مجاهدین هم اصرار دارن که شما بیاین داخل. بله، حالا این وسط این رئیس کمیته عراقی این حرفا به مجاهدین میگه. خب و خانواده وقتی اومد داخل اولین سوالش اینه که چرا شما نمیذارین ما بیام داخل. خب دروغ اینا اینجا واضح شد که خب این رئیس کمیته عراقی یک دروغ خیلی بزرگی میخواد به خورد مجاهدین بده. خب مجاهدین هم زیر بار این حرفا نمیرن. خب ما اینجا متوجه شدیم که خب این حرف دروغی هستش. این کمیته عراقی حرف دیکته شده وزارت اطلاعات در به خورد چیز میده. آرزو به شما نکته‌ای دارید؟ بله، در رابطه از دیدار با خانواده. دیدار که چه عرض کنم والله، در واقع یه خاطره تلخ بیشتر میشه ازش گفت، چون که هیچ مادر و فرزندی یا هیچ خانواده دوست نداره تو این شرایط دیدار داشته باشه. به هر حال زیاد میشه، یعنی حرف واسه گفتن در این رابطه و اون فضایی که توی دیدار وجود داشت زیاد میشه گفت. ولی در رابطه با سوالتون که از کجا میگیم که این یک توته است و از پیش تعیین شده، مثلا محمد علی اشاره کرد به تماسایی که به تلفن ها میشد، اینها توی عراق حالا سیم کارت واسه شون خریداری شده بود یا خودشون خریده بودن، من خودم نمیدونم دقیقا، ولی سیم کارت گرفته بودن واسه شون، یعنی که داشتن توی عراق تهیه شده بود. بعد خب تلفن های مشکوکی به این شماره هاشون میشد. مثلا الان محمد علی اشاره کرد به دو سه تا تماسا، من خودم با شاید 10 دقیقه یه ربع نگذشته بود از دیدار با مادرم که یه تلفن شد بهش که فکر میکنم یه خانومی بود اون ور خط که در واقع به نوعی گزارش نوبه‌ای میخواست از وضعیت و شرایطی که اونجا حاکم بود. که خب مادرم بهش از کجا متوجه شدین؟ چون از دستبستگی مادرم فهمیدم که گویا جلوی من نمیتونه باهاش راحت صحبت بکنه. بعد بهش گفت که الان با پسرم داخل اتاق هستم و چیزه، الان نمیتونم راحت صحبت کنم، بعدن تماس میگیرم. یه همچین چیزی. یا مثلا دو تماس دیگه‌ای که محمد علی اشاره کرد، مثلا خب توی فاصله‌ای که مادرم اونجا حضور نداشت من به تلفنش جواب دادم. در واقع یکیش بخش فارسی زبان بی بی سی بود که من جواب دادم، دومیش هم که گفت ابراهیم خدابنده بود که من واقعا شوکه شدم تو اون صحنه که این مزدور چی میخواد تو این صحنه، که خب واقعا روشن بود، یعنی نقش این مزدورا توی این صحنه. مثلا ابراهیم خدابنده خب مزدور شناخته شده یه، حتی حالا چه تو ایران و حتی توی دادگاه پوک در رابطه با لیست تروریستی، اونجا خب افشاگریایی در این رابطه شد که چه نقشی اینا ایفا میکردن برای اینکه ما نتونیم سازمان رو از لیست خارج بکنیم. بنابراین اصلا نیاز به توضیح نداره که بگیم اینها کی بودن یا اینکه
این چه جور توطئه‌ای بود، یعنی که از پیش تعیین شده بود یا اصلا توطئه‌ای وجود نداشت. اصلا نقش، یعنی وجود نفس، وجود اینها داخل این داستان، اسمشون هم که اون وسط اومده، خودش معرفی کرد، گفت من ابراهیم خدابنده هستم. شما باش صحبت کردی؟ بله من صحبت کردم. بعد که چی می‌خواست؟ در واقع با مادرم کار داشت. آها. گفت خانم زردشتیان من شما اتفاقی جواب دادید. آره دیگه، گفت خانم زردشتیان من گفتم که اشتباه گرفتین، بعد گفتم شما، گفت که من ابراهیم خدابنده هستم. که اونم دستپاشو گم کرد دیگه. بعد مثلا بی بی سی درخواست مصاحبه داشت. خب این شماره ها همونجا توی ملاقات، تو صحنه ملاقات. آره دیگه، حالا شما حساب بکنین. قبلش یه تماسی بود که گزارش نوبه‌ای می‌خواست. حالا این کی بود و کجا بود ما نفهمیدیم. ولی حالا سوال اینجاست، این سیم کارتی که توی عراق خریداری شده چجوری این شماره به دست ابراهیم خدابنده و بخش فارسی زبان بی بی سی رسیده؟ خب این نشون میده که پشت این صحنه و مادر شما هم از این ارتباطات نداره قاعدتا. حتما، چون من رفتم باهاش صحبت کردم، در این رابطه در واقع صحبت کش عرض کنم، دعوا که اینا کی هستن که به این شماره زنگ میزنن، اونم احساس بی اطلاعی میکرد، میگفت والا من اینا رو نمیشناسم، کیان دارن زنگ میزنن اینا، مثلا نمیشناسم ابراهیم خدابنده کیه یا بی بی سی مثلا چه کار به من داره. خب این نشون میده که پشت صحنه این داستان یک در واقع به نوعی اتاق عملیاتی تشکیل شده که خلاصه همه این خط و خطوط رو تعیین میکنن و واسه اینها میچینن، دستگاهی میچینن. حتی خود اینها میگم به طور واقعی خانواده بازیچه بودن این وسط، که پشت صحنه این داستان این برید مزدورها در واقع میچیدن واسه شون که چجوری این صحنه پیش بره. من قانم با سخمو گرفتم سر سوال برنامه ریزی شده بودن سفر. بله دیگه که تو این زمینه من بازش اشاره کنم، وحشتی که حاکم بود این خانواده وقتی ما ازشون سوال میکردیم خب موضوع چیه، شما چجوری اومدین، چی شد اومدین، اینا به هیچ شما اشاره نمیکردن، نمیگفتن، گفتم نه ما خودمون اومدیم، شما دارین علیکی میمونید. گفتیم خب خودت شوری، خب خودت همیشه ساده بلند میشدی میومدی دیگه، مثلا چرا با یه عده دیگه جمع شدین اومدین؟ خب این حرفایی که داری میزنی حرفایی چی، چجوریه اینا؟ یعنی انقدر این به اینا ترسونده بودن، وحشت روشون اعمال کرده بودن که نه حاضر نبودن حتی مثلا بگم موضوع چی به ما. حالا من شما از دیدارتون نکته دارید بگید؟ دیدار همونطور که برادرها توضیح دادن راستش دیدار نبود این، یعنی از ابتدا تا به آخر من خودم با صحنه مواجه شدم که انتظار نداشتم. از ابتدا تا به آخر صحنه اینکه توهین به آرمان‌های من، به اعتقادات من و اینکه بیا بریم شما رو اینجا میکشن، خلاصه تهدیدات اینجوری که خلاصه بیا بریم، که یک دست در واقع همه جمعی که اونجا من میدیدم همه حرفشون همین بود با فرزندان و بستگانشون که بیاین بریم از اینجا، شما رو میکشن و خلاصه اینجا رو ترک کنین. یعنی اصلا صحنه صحنه دیدار خانوادگی نبود. حرف از ابتدا تا به الان همین بود، همین که دیگه با دلایل و چیزای مشخص برادرها گفتن همه چیز هدایت شده بود و اینا خارج از این کادر حرف دیگه ای نداشتن و نمیتونستن بزنن. کاملا هم از فضاشون معلوم بود که ترس و وحشت دارن، هم از یه طرف تحت فشار بودن هم ترس و وحشت دارن از اینکه مبادا خارج از این حرف بزنن. کما اینکه وقتی که مواضع ما رو فهمیدن هر کدوممون که حرف آخر رو بهشون زدیم، خودشون میگفتن پس دیگه ما باید سریع اینجا رو ترک کنیم چون ممکنه ما مغزشویی بشیم. از ابتدا میگفتن که شما مغزشویی شدین، بعد خودشون میگفتن که نه حرفای شما ممکنه ما رو تحت تاثیر بذاره، بنابراین اینجا رو زودتر ترک کنیم. دفعه دومم که گفته بودن که خواستار ملاقاتن، اینا هیچ کدوم خواستار ملاقات نبودن، بلکه باز دوباره این کمیته واسطه شده بود که یک نمایش دیگه ای ترتیب بده و خانواده ها بیان. بله. یعنی به اونها هم حتی واقعیت رو نمیگفتن. گفتم مثلا اون پلاکاردی که اینا اطلاع نداشتن چی بود تا دیداری که بودش. بله.